ما در اون زمان تونستیم نقش خوبی، نمیگم نقش بسیار موثری، نقش خوبی واقعا در ایجاد این سازمان های دانشجویی برداریم. و تا زمانیم که بنده به عنوان دبیر سازمان بودم سعی کردیم که این ارتباط معنوی رو بین خودمون و اساتیدمون به طور کمال مطلق داشته باشیم. کما اینکه همونطور که مراد فرمودید دو سال نامه اساتید ما مرتب می اومدن در کوی دانشگاه سخنرانی میکردن، مهربانی میکردن، پول میدادن، همه کارا رو میکردن. ما تا روز اول مرداد که من خدمتم تموم شد و دنبال کار و اینا بودم، چون فرمودید که داستان 25 مرداد، من در اون فاصله مرداد ما صبح ها که نمیرفتم ارتش دنبال یه مداد دنبال کار وزارت بهداری بودم، بقیه را هم دنبال کار کتاب پدر خانمم بودم. پدر خانم من دو تا کتاب بسیار جالبی داشت، یکی نهضت رومانتیک در ادبیات فرانسه که جلد دومش بود باید چاپ میکرد، یکی هم نطق پروفسور رولان که آقای دکتر مصدق که تشریف برده بودن به لاهه وکیل ما در اونجا پروفسور رولان بود، نطق بسیار شیوایی کرده بود که جز زیرکسادی هیچ کس نمیتونست این رو ترجمه بکنه. این ترجمه هم انجام شده بود، من اون نطق پروفسور رولان باید میبردم کتابخانه چاپخانه بانک ملی، مال نهضت رومانتیک باید میبردم چاپخانه دانشگاه تهران که روبروی دبیرخانه دانشگاه بود اون موقع. ما همینجوری در حیث و بحث کارمون بودیم که 22 مرداد ابلاغ من برای اصفهان صادر شد به عنوان کارمند فنی آزمایشگاه بهداری اصفهان و ما در فکر یک مقدار کمی وسایل بودیم که بریم به اصفهان که روز 25 مرداد اون داستان پیش اومد. ما از رادیو یه دفعه شنیدیم که مهندس یرکزاده رو و آقای مهندس اخشناس رو توقیف کردن. خانه ای بود که ما پارسال سال قبلش در اونجا عروسی ما برگزار بود. در روزی که در موقعی که 25 مرداد اتفاق افتاد آقای ریاهی زودتر از موقعی که لازم بود از خونه اومد بیرون و رفته بود به ستاد. حالا به چه ترتیبی به او خبر داده بودن؟ حتما به او خبر داده بودن که شما حتما بیشتر آشنایی دارید که در سازمان‌های نظامی چجوری به او این خبر داده بود. تو خونه هم آقای حقشناس بود و با آقای زیرکزاده و دختر کوچک آقای ریایی، خانم نفیسه ریایی که خانم نفیسه ریایی بعدن که یکی از هنرمندان شد و متاسفانه چند سال پیشم کانسر دستان گرفت و فوت کرد. داستان که اتفاق افتاد ما نگران شدیم، برای خاطر اینکه آقای زیرکزاده پدر خانم من به اندازه به برادرش علاقمند بود و عشق می‌ورزید، اگر موی سرش خدشه‌ای وارد می‌آمد این واقعا خودش رو می‌کشت. ما خوشبختانه در ساعت 7 آقای مهندس زنگ زدن خونه که من الان اومدم خونه از چیز از غصر که دیشب ما رو توقیف کرده بودن و ما این اطمینان رو دادیم و اومدیم خیابون فروردین توی خونه خودمون. در این موقع نفیسه ریایم اومد آوردن پیش ما، برای خاطر اینکه تو اون خونه دیگه هیچ کس نبود. معمولا نفیسه تو موقع دکتر کوچیکی بود، با ما زندگی میکرد توی منزل آقای زیرک زده. خب 25 مرداد اون داستان اتفاق افتاد و حزب بلافاصله دستور داد که آماده باشید که ما میخواییم قیام بکنیم. حالا ما روزا از خونه که داشتیم میرفتیم بیرون وصیت میکردیم تو خونه که من اگر رفتم برنگشتم به هر حال در راه آزادی من مملکت شهید شدم. ما قرار بود که بیایم سر چهارراه فروردین منزل یکی از دوستان ما و اونجا اسلحه بگیریم و بریم باریکاد بکنیم دیگه چاره دیگری نبود. روز اول شد دیدیم هیچ خبری نشد، روز دوم رفتیم بازم دیدیم هیچ خبری نشد. باره این مسخره میکردم بچه ها تو خونه، بابا بس این چی شده آخه، شما چی داستانی درست کردید و از این حرف ها. ما گفتیم دیگه احتیاجی نیست، برای اینکه مردگی که فرار کرده رفته دیگه اصلا لزومی نداره که ما هیچ کاری بکنیم. تا رسید صبح 28 مرداد. 28 مرداد من و خانمم با نفیسه تو خونه خیابان فروردین بودیم.
گفتیم که داستان از چه قراره و خلاصه من اومدم یه سری سرگوشی باب دادم و توی سر چهارراه شاه دیدم که دهن که چیز گروهی اومدن و جاوید شاه و نمیدونم از این حرف ها میگن. من بلافاصله برگشتم خونه، نمره تلفن خصوصی دفتر تیمسار ریایی رو داشتم برای اینکه بهش اطمینان بدم که نفیسه حالش که با پیش منو نگران نباشه. منم نمره رو گرفتم به تیمسار، گفتم تیمسار اینا ادعای ریختن تو خیابون جاوید شاه میگن، شما در جریان هستید؟ گفت نه نگران نباشید، اینا کاموفلاژ دارن میکنن. من اصلا نمیدونستم لقب کلمه کاموفلاژ واقعا چی معنی میده. دنبال دیکشنری گشتیم، تو دیکشنری نگاه کردیم کاموفلاژ یک ادعایی هستن که خب بالاخره در لباس دوست کار دشمن انجام میدن یا برعکس. گفتم خب لابد تیمسار ریایی اطلاع داده کاموفلاژ دارن میکنن. تا اینکه آقا جان از ستاد برگشتن، گفتم آقا جان من به تیمسار ریایی زنگ دادم، ایشون میگن کاموفلاژ دارن میکنن، واقعا نمیدونم جریان از چه قراره. که در همین زمان سر صدا بلند شد و خونه آقای مصدق رو شروع کردن به بمباران کردن و اینا. من و خانمم رفتیم منزل دوست ما آقای دکتر مسعود مهرانفر که نزدیک خونه ما بود که ببینیم که اونجا چه خبره. که در این موقع چون نزدیک خیابون دانشگاه بود، دیدیم که همینجوری رجاله ها بعضی از اساسیه خونه مصدق دارن میارن بیرون و نمیدونم چی و از این حرفا. خلاصه بسیار بسیار ناراحت کننده بود که بعد از ظهر 28 مرداد قضایا رو تقریبا تمام شده تلقی میکرد. حالا ما نگران آقای مهندس ایرکزاده هستیم و آقا جانم بسیار بسیار ناراحت، هی میگفت سر احمد چه بلایی اومده و نمیدونستیم. واقعا ما هیچ کدوم ما اطلاع نداشتیم که داستان از چه قراره، سر مصدق چه بلا اومد، سر آقای مهندس ایرکزاده و دوستان چه بلا اومد. فردا شد به یه وسیله به ما خبر دادن که مهندس حالش خوبه و نگران نباشید، در یه جای امنی هست. معلوم شد که موقعی که داشت از دیوار خانه دوم میپرید متاسفانه پاش شکست و با آقای مهندس رضوی اینا نتونست که راش ادامه بده، رفت توی خونه که اتفاقا اون خونم آشنا بود، آقای دکتر دیگان خدا عمرش بده، اونو برد بالا و پاشو پانسمان کرد و بعدن هم دیگه از اون بعد دوستان آقای مهندس هم بدن دو و بردند آقای مهندس ایرکزاده رو خونه های مختلف که تا مدتی ما فقط من غیر مستقیم از ایشون خبر داریم. ما برای اینکه آقای ایرکزاده ناراحت نشه ایشون رو برداشتیم بردیم منزل مادر با جناق، مادر آقای دکتر فاطمی که در کوچه مروی خیابان ناصر خسرو. خب اونجا خواهر خانم من با آقای دکتر فاطمی بودن و مادر ایشون آقای دکتر آقای دیرزدن. خب آدم بسیار محجوبی بودن، توی اتاق تنها بودند و من واقعا از اینکه ایشون رو اونجا تنها نگه داشته بودیم خیلی ناراحت شدم. تا اون روز 31 مرداد که من در خدمتشون بودم، زورا معمولا میرفتم ببینم چی دیگه احتیاج دارن اینا، بعدا میامدم که برم شمیران پیش خانم و بچه ها که اونا رو دلداری بدم. آقای زیرکزاده حتی کلاشو به من داد، کلا رو به من داد و گفت پسر کلا رو بده که شناخته نشی، برای خاطر اینکه ممکنه اینجا بعدم بیان دردسر درست کنم. البته بیشتر برای حفظ خود ایشون بود که من کلای شاپوی داشتم که اون کلا رو من گذاشتم سرم و تابستانم بود که رفتم خونه. اونجا یه خونه اجاره‌ای بود که توی خیابان نزدیک خونه آقای لطفی وزیر دادگستری اونجا بود تو کوچه اسدی، ما رفتیم اونجا. در همین موقع تقریبا ساعت 3:30 بود که 4 بود که تلفن زنگ زد که بیاید که آقا جان حالش خوب نیست. ما با عجله و شتاب اومدیم منزل آقای خانم فاطمی در خیابان ناصر خسرو کوچه مروی. بله رفتیم اون اتاق و دیدیم که آقا جان اونجا افتاده و 3 تا تیر ژیلت تو دستشه و اونجوری رگ گردنش رو پاره کرده. خب ما باید بلافاصله به پزشک قانونی خبر میدادیم و با پلیس خبر میدادیم و خلاص آمبولانس اومد و پزشک قانونی و من رفتم با جنازه به پزشک قانونی. دوست ما آقای دکتر طباطبایی رئیس یعنی که در حقیقت پزشک کشی که قانونی بودن که از دوستان بسیار عزیز و گرامی ما بودن، بعدا معاون وزارت بهداری شدن و دست و گردن من انداختن و مقدار زیادی هایی شروع کردن به گریه کردن و
به این ترتیب آقای دیرفتاده خودکشی کرد. حالا ما گرفتار این بودیم که چون آقای دیرفتاده همیشه وصیت میکردن که اگر من به نوی مردم منو در قبرستان زهیر دوله قاب کنیم. حالا ما کجا در امکان داریم که بتونیم بریم زهیر دوله؟ اصلا کسی حرف ما رو گوش نمیکرد، کسی حرف دستگاه رو گوش نمیکرد. خلاصه بایدار زحمت ایشونو بردیم به امامزاده عبدالله و در اونجا به صورت موقت خاکشون کردیم و به این ترتیب ایشون خودکشی خودشون واقعا به صورت یک وضع غم‌انگیزی برای تمام خانواده ما داریم. روزنامه اطلاعات اون روز نوشت داستان خودکشی آقای چید رو، مهندس رو و ما، یعنی آقای غلام حسین دیرفتاده رو، و گویا روزنامه اون روز رو نبرده بودن با آقای مهندس دیرفتاده بودن، کسی که ایشون در خانه امنشون بودن، برای اینکه میترسیدن که ایشون بخونن و متوجه بشن که چی داستان اتفاق افتاد. خانواده ما همشون رفتیم، یعنی خانم آقای مهندس فاطمی، برادر با جناب آقای مهندس جلال فاطمی، همه ما رو دعوت کرد، گفت حالا که تو خونه هستید بیاد اونجا و اونجا با هم دیگه هستیم، و خلاصه ما رو بردن در اونجا. عصر بعد از ظهر اول شهریور بود که ما تو خونه بودیم، یک دفعه دار دسته نصیری ریختن تو اون خونه. موقعی که ما داشتیم تو اون خونه، معمولا رفت آمد میکردیم، مثلا ممکن بود من گفته باشم دکتر فاطمی یک ساعت دیگه میاد، اونا خیال میکردن که دکتر فاطمی دکتر حسین فاطمی، و که دکتر کاظم فاطمی با جناق بنده. خلاص پلیس که اومد و با دار دسته نصیری آمدن ریختن اونجا و همه ما رو کردن کنار دیوارو. خب منم از پیشبینی لازم کرده بودم، تمام کتاب های توده ای من میجوشن تا مردم برای روشنفکران رو، و در ضمن کتاب نهضت رومانتیست در ادبیات فرانسه رو گذاشته بودم تو اون جعبه، یعنی یه چمدون قرمز رنگ داشتم گذاشته بودم کنار اتاق. وقتی که پلیس ریخت توی ساختمان، مادر خانم صابخونه برای اینکه چون پسرش هم توده ای بود و آقای هوشمند نابندی، خیال میکنه خب بالاخره ممکنه اونام درگیر بشن دیگه، چمدون رو برداشت انداخت توی چای عمیق. چون وسط چای عمیق لوله‌ای بود که تلمبه آب از اینجا میومد، چمدون رو وسط گیر کرد. پلیس هم که همینجوری اومد همه جا رو داشت میگرش، و بعدا که ما توضیح دادیم که آقا این که حسین فاطمی اونا نیستن، مثلا یه داستان دیگریه، یه دفعه نگاه کردن که دیدن یه چمدون وسط، داد زدن چمدون، خیال میکنه ما اونجا نقب کردیم و حسین فاطمی اونجا. یه دفعه کیده گرفتن، یکی از سربازان تفنگ گرفت جلوی سینه برادر خانم منوچهر که خب یه جوان دانشجویی بود، یلا برو تو چاه. آقا چی برای دو جوان نزدیک بود تفلگی گریه کنه اصلا. خلاصه رفتن از سعدآباد تناب آوردن و یک سربازی رفت توی چاه و خلاصه تمام اون کتابا رو، چاهم خیلی زیاد عمیق نبود، برحال یک کمی آب داشت، کتابا رو در آوردن و مردم برای روشنفکران و از این حرفا و نهضت رومانتیک که همه لوله برده شده بود ریختن تو چمدون رو برداشتن بردن. ما سه نفر، هم من و آقای جمشید دیرفتاده و با یه آقای دانشجویی به نام آقای کبیری، ما ستا رو بردن به فرمانداری نظامی شمیران در خیابان نیاوران.